که زحمته، هرچی باشه کمته، آنه نباش زحمته، شادی تو حقته، خوشحالی که زحمته، هرچی باشه کمته، آنه نباش زحمته. داره ما بپلی خنده خنده مانه، واسه ها بتره بیا خنده مانه. چشم بدیده قر نزنم قر نزنم پشت کنم به مشکلات عدیده، هرکی نخنده تبعیده، بله درسته یه تقییده، بیفتی رو خنده شدیده، دل درد نگیدی بعیده. دائما بپلی خنده خنده مانه، واسه ها بتره بیا خنده مانه. دائما بپلی خنده خنده مانه، واسه ها بتره بزن خنده مانه، بزن خنده. عجب شبی. به نام خدا سلام، رامبد جوار هستم در شبکه نسیم اینجا خنده چطوره؟ عالی. شکر. حال منم عالی. حال خندوانه تو خونه؟ عالی. حال بچه های خندوانه؟ عالی. حال آقای امیر فضلی چطوره؟ عالی. به به. افتضاح. چرا؟ آقای جوان بابا چه شروع شما؟ برنامه از میخوای با حال خوب شروع کنیم. آقا این چی افتضاح؟ چرا شما راجع به قدرت صحبت نمی کنید؟ قدرت چی؟ قدرت خرید. آها آها. خب مردم خیلی هاشون نمیتونن خیلی چیزا رو بخرن. بله بله. آقا خیلی آن قدرت خریدشون پایینه. بله درسته. خود من بالشخصه که جز به این مردم هستم، یک هنرمند مردمی هستم، جز به این مردم هستم و دارم زندگی میکنم توی این اجتماع، خود من با حقوقی که این آدما میگیرن نتونستم، من 5 سال نتونستم یه دونه کت نو بخرم. 5 ساله؟ بله 5 سال من دارم اینو میپوشم و بقیه هم مثل من هستن. درسته؟ بله. دست چپتون اینجوری کنین؟ چرا؟ بیارین بالا؟ نه اون راسته. چپتون رو بیارین بالا؟ اون چیه؟ مارکشه. قطعاً 5 سال نیستش که اون اونجاست. بدین من بکنم براتون. نه خودم. بدین که بکنم. بدین آروم باشین. خود کاملا معلوم همین امروز خریدیم بشه. نه 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 اگه نماینده مردم هستین راست باید بگین. 5 سال اینه خریدم. تو این 5 سال امروز پوشیدین؟ نه نه تو این 5 سال اتفاق نیفتاده بود اینجوری صحبت کنم. بیشتر اینجوری صحبت کرده بودم و اینجوری ندیده و اینجوری. اینجوری بیشتر صحبت کرده بودم، وگرنه من 5 سال اینه خریدم. درسته؟ بله. از کجا میدونین آخه؟ چرا علکی؟ بله. یه چیزی بگم راجع به این که سرزنش کردن. سرزنش کردن به نظر من خیلی موضوع مؤثری نیست. خیلی نمیشه که آدم با سرزنش کردن دیگران راه به جایی ببره. این که فکر کن یه نفر بذاری جلوت، آدم نزدیکت، همکارت، دوستت، خانوادت، همش نباید این کارو بکنی. تو بعد این کار می‌کردی. الان چرا این کارو کردی؟ اون اونجوری نمی‌دونن که تو نمی‌تونی اینو بریم. ما تمام اعتماد به نفس اونو می‌گیریم ازش. به درد نمی‌خوره. و یواش یواش ارتباطمون قطع می‌کنیم. یعنی یا اون آدم در برابر شما کاری که می‌خواد رو به راحتی انجام نمیده، چون منتظر بعد شما بهش حمله کنین. پس این یه فاصله میندازه. یا اینکه دور از چشم شما اون کارو انجام میده که این دیگه خیلی فاصله میندازه. بهتر خیلی همدیگر سرزنش نکنیم. یکی از کسایی که اصولا خیلی بهتر سرزنشش نکنیم، دعواش نکنیم، خودمونیم. شما دستی که دلخور میشین، میتونین که دیگه خیلی خیلی دلخور بشین، عصبانیتون بکنه، کلافتون بکنه، میتونین یه چند روز نبینین، یه چند روز به زنگ نزنین، چند روز باش مواجه نشین. ولی دیگه با خودتون که نمیتونین که. خودتون همیشه ور دل خودتون هستین دیگه. چه جمله آلمانی گفتم نه؟
خودتون همیشه ور دل خودتون هست. ولی واقعا خودمون همیشه ور دل خودمونیم. پس نمیتونیم خودمون رو نبینیم، به خودمون زنگ نزنیم، با خودمون مواجه نشیم، خودمون احساس نکنیم. فکر میکنم که بهتره یه کتابی خوندم به اسم سه‌شنبه ها با موری. این کتاب در دهه 90 یک نویسنده آمریکایی به نام میچ آلبوم نوشتتش و زندگی قصه واقعی راجع به رابطه یک آدمی به اسم موری که با شاگردش که همین میچ آلبومه، نویسنده کتاب. نویسنده که شاگرد اون آدمه راجع به رابطهشون نوشته و قضیه اینجوری میشه که موری دچار یک بیماری سلولی و بافتی میشه که هی اینا رو شروع میکنه از دست دادن تا جایی که فلج کامل میشه و بعدم منتهی به مرگ میشه این بیماری. و از یه جایی موری متوجه میشه که دیگه کاری برای خودش نمیتونه بکنه و مرگ رو میپذیره، یعنی دیگه منتظر مرگ خودشه. و از اینجاست که قصه تازه موتورش روشن میشه و میچ نویسنده کتاب که شاگرد اون آدم شروع میکنن با هم دیگه ارتباط قوی تر و نزدیکتر و به یک معنای جدیدی راجع به زندگی میرسن. یه جمله در اصول از اون کتابای حال خوب کنه، پیشنهاد میکنم بخونیدش، سه‌شنبه ها با موری. یه جمله هست خیلی خوبه، میگه چقدر خوب است که برای تأسف خوردن به حال خودمان زمان مشخص و محدودی در نظر بگیریم، چند دقیقه اشک بریزیم و بعد به استقبال روزی برویم که پیش رو داریم. ماندانا قهرمانلو مترجم کتاب، خیلی ممنون خانم ماندانا قهرمانلو مترجم کتاب، و راستم میگه، خیلی جمله درستیه. اینقدر خودمون رو سرزنش نکنیم، اینقدر به خودمون نگیم که دیدی چقدر خری، دیدی چقدر بیشوری، دیدی چقدر نمیتونی، تو هیچ وقت از پست نمیاد، نمیدونم فلانه، بس دیگه. یه ذره میتونیم خودمون رو دعوا کنیم ولی بعدش بریم به دنبال زندگیمون، بریم به دنبال لحظاتی که داریم با این جملات همینجوری خرابش میکنیم میره. یهو چش باز میکنیم، خدای نکرده یا مریضی گرفتیم، بعد مثل اون پرسوناجی که گفتم منتظر مرگ باشیم، یا متوجه میشیم که دیگه خیلی کار از کار گذشته و تبدیل شدیم به یه آدم سوپر افسرده که دیگه کاری ازش بر نمیاد، یا پیر شدیم که فکر میکنیم که دنیا به آخر رسید. شادی برنامه رو تقدیم بکنیم به کیا؟ مجریا. بله، نیروهای تولید لامپ. چه بامزه است این پستان. چی؟ خانواده های مدافعان حرم، کسایی که سیگار رو کنار گذاشتن، مادرهایی که به خاطر زایمانشون و به دنیا آوردن فرزندشون از کارشون که در یک بنگاه تولیدی یا اقتصادی خصوصیه اخراج شدن. بلند شین به احترامشون. و بازنشسته ها. نشد. آها. و بازنشسته ها. بفخورتون. بفرمایید، قرعه کشی کنیم، بله آقا، جایزه بدیم به افتخار آقای شاه حسینی. سلام، خیلی ممنونم. به به، ممنونم. همه لطفاً کارتاشون رو بیارن بالا. آقای امیر فضل اینجا رو 88 خورد بغل شما. ای بغل دست. نه بابا چه عجیب. ریحان محمد حسینی هستم. مخلصیم، بفرمایید. شماره 12. 12. یه کارتی بهت میدیم، 100,000 تومان توش اعتبار داری، میری شهر بازی بازی میکنی. بهت خوش بگذره. فراز دیوان علی از تهران.
آقای دیوان علی بفرمایید. شماره 7. 7. شما جایزه ایشون به حساب میایین، باهاتون عکس میندازن. هشتاد و چهار. مهسا سفری است. خانم سفری. بله. چهار. چهار. شونزده. سکینه طاهرآبادی هستم از تهران. بله خانم طاهرآبادی بفرمایید. شماره 5. 5. یک دو سه بریم بیا. ای بابا، خب اگه درساتون رو خونده بودین الان میدونستین این چیه دیگه. تموم شده بود رفته بود، میرفتیم بقیه خندوانه رو میدیدیم. میدونم دیگه، مطمئنم الان نمیدونین این چیه. مطمئنم یک رو به 2444 ارسال نکردین، شک ندارم. بجنبین، بدوین. این میشه چی؟ ایوا. ایوا، اپلیکیشن ایوا. همین الان یک رو به 2444 ارسال بکنید. همین الان گوشی بگی دستتون با میستم، یک رو بزنید، انگار میخوایم پیامک بفرستیم. یک 2444 بفرستیم، لینک میاد تو بغلتون. اپلیکیشن رو دانلود میکنیم برای خودتون، نصبش میکنین و کاری که میتونین انجام بدین چیه؟ اگر مثل من تنبلید که ببینین جریمه های راه نمایی و رانندگیتون چی هست و چند تاست و چقدره و باید پرداختش کنیم و داره تلمبار میشه رو هم و بعد آدم هم خجالت میکشه، هم فشار بهش میاد که این همه پول یه جا باید پرداخت بکنه، چیکار بکنیم؟ میروید داخل استعلام خلافی، اونجا اون شماره پشت کارت ماشینتون رو میدین بهش و بهتون تمام جزئیات خلافی ماشینتون رو بهتون میده. خواهش هم که اصولا مراقبت بکنید که این اتفاق نیفته، یعنی ما هممون باید مراقبت بکنیم که خلافی نداشته باشیم توی راهنمایی و رانندگی. ولی از اونجایی که هممون خیلی اهل آداب و رفتار درست راهنمایی رانندگی هستیم، در نتیجه این اتفاق واسه میفته. حالا چیکار کنیم؟ میرین اونجا، فهرستش میاد براتون و دونه دونه نگاه میکنیم، بعضیشون انتخاب میکنیم و پرداخت میکنیم. یه دونه، دو تا، سه تا، پنج تا، هر چندی که دلتون میخواد پرداخت میکنین. اینجوری فشار کمتری بهتون میاد، لااقل رو هم دیگه تلمبار نمیشن. بعد برای اینکه ذره احساس آرامش کنین، برین توی آشپزخونه یه چایی برای خودتون بریزین، واسین رو به پنجره با یه خرما یا یه آب نبات یه چیز کمتر شیرین میل کنین چایتونه که فشاری که قبضتون رو پرداخت کردین یه ذره بیاد پایین. حالا برای چی میگم همین الان این کارو بکنین؟ چون میدونین که ایوا یک مسابقه رو برگزار میکنه، بین قرعه کشی میکنه بین شرکت کننده های یا کاربراش و اونها رو. اینجوری میشه که هفته ای سه نفر 10 میلیون تومان بهشون جایزه میده. یه چیزی هم قبلا بهتون رسونده بودم، اون پروفایل اپلیکیشنتون نشان خنده رو، که اگر اون وقت جایزه رو ببرین به اسم شما در بیاد میشه 20 میلیون تومان. بدوین سه تا 20 میلیون تومان، خیلی هم باحاله و عالیه و میتونید که مراسم قرعه کشی رو در خود صفحه اجتماعی ایوا با هم دیگه ببینید. ایشالا کس بکنید بودین تراکنش کنیم کارتون رو انجام بدیم.
دعوت بکنم از کمدیانمون که تشریف بیارن و باشون قشقش بخندیم کیف کنیم. دعوت میکنم از محمد معتضدی. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. حال بقیه چطوره؟ عالی. حال اونایی که چطوره؟ عالی. حال اونایی که اونجا چطوره؟ عالی. حال برنامه چطوره؟ عالی. حال وقتی میگه چطوره؟ چی میگین عالی؟ یه حال میگم یه چطوره همه میگن عالی. خوبه که عالیه. تلفن همراه. عضو جدا نشدنی زندگی این روزا. ما میخوام درباره تلفن همراه حرف بزنم واسه. تلفن همراه از هر زاویه‌ای که نگاه کنین خنده داره، خیلی هم خنده داره. از همون اول شروع میکنم. تصور بکنید که اولین کاری که میکنین زنگ میزنین به یه نفر. این آهنگای پیشواز فوق‌العاده‌اند. چرا هیچ ربطی به سابخط ندارن؟ هیچ ربطی به شأن و منزلت و اون مقامی که اون سابخطه داره ندارن. ببینید من توی یه دونه مهمونی نشسته بودم، داشتیم میگفتیم میخندیم، ساب مجلس بزرگ فامیلمون سکته کرد. افتاد و گفتیم آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم، زنگ بزنیم دکتر قلبش. دکتر قلبش کیه؟ نفر اول ایران، نفر دوم دنیا با ناداوری، یعنی دنیا هم باید اول میشد. ببین اینا که وقت میدن شش ماه چیکار کنیم فلان، شماره رو گرفتم بده من زنگ میزنم. شماره رو حالا این داره میمیره اینجا اینجوری ما شماره رو گرفتم. دم از عشق بزن تازشم با نفس هات، جنون آوره باوره بهش کنارت، من از عشق فش میارم این ماه و باسر پر از خاطر از آخره بهش کنارت. عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه. الو آقای دکتر. جانم آقای دکتر فوت کردن. آقای دکتر یه دفعه داغون بودم. ببین داغون که میگم داغون، شکست عاطفی در حد، نمیدونم دیگه پولامو خورده بودن. گفتم چیکار کنم، زنگ بزنم یه نفر یه 4 تا پیرن بیشتر از من پاره کرده باشه، بالاخره با تجربه است یه جوری منو آروم میکنه. کی با بزرگم؟ شمارهشو گرفتم. بعد میریم تو مکالمه ها. چرا وقتی شماره ناشناس میفته رو گوشیاتون صدامون عوض میکنیم؟ اصلا یه مدل دیگه حرف میزنیم. من تو کله پزی نشسته بودم. من کله پزی رو بیشتر دوست دارم تا طباخی. همه غذا رو طبخ میکنم. حال کله پزی نشسته بودم، دو نفر بغلم نشسته بودن داشتن با هم حرف میزدن. ببین یه کلمه از حرفاشون نمیفهمیدن. اون داشت به اون حرف میزد، بعد یهو شماره ناشناس حالا واسهتون باز میکنه. این داشت با اون حرف بزد اینجوری بود. حالا که شما این میگه قول ما حد زغ نشونه بود انا. تو بگو این چه شما این قول میگه که خود بود زغ زغ بین قول ما حد انا. این میگه شما اون این ما حد انا. این میگه شما این قول ما وای وای اون من نگرا. این هو نه باش. قول ما چه بهانه ما. جانم. بفرمایید. بله خودم است. ها 2 دقیقه پیش این واسه این یه جوک گفت. این اینجوری خندید. این یه چیزی گفتم تلفن ظاهرا خنده دار بود. بعد ببین برعکسش هم هست. خانوما چون زیاد میخندن. من یه دختر خاله دارم، نمونه بارز این موضوع واقعا. یه عروسی میخواستیم بریم، رفتم دنبالشون. من شوهر خالم مأموریت بود، رفتم دنبال اینا. نشستم تو خونهشون که آماده بشن بریم عروسی. ببین دیالوگای خالم با دختر خالم تو حالت عادی اینجوری بود. دختر خالم میگفت نمیخوام بیام، جایی که لباس ندارم نمیخوام بیام، ولم کن بابا، حسین ندارم، حسین دارم، ولم کن.
نکن ماما، به خدا میذارم میرم ماما، به خدا میذارم میرم ماما، نمیخوام بیا، نمیخوام بیا، ماما نمیام، نمیام ماما، ماما نمیام، نمیخوام، ماما نمیخوام، نمیخوام، ماما نمیام، نمیخوام. بله بفرمایین، به جا نیم بردم. واقعا چرا؟ یه موقعی هم از چون شماره خیلی شناسه عوض میشه. نمونه بارزش موقعیه که با عرض شرمندگی خانواده شوهر زنگ میزنن به تازه عروسشون. ببین عالیه، دیالوگا عادی تو خونهشون اینجوری بوده قبل از تلفنه. مثلا شما با هم حرف میزدن، دختره به شوهرش میگفت نمیخوام بیام، من حوصله خونه مامان تو ندارم، ویرم کن آخر هفته، یه هر هفته نمیخوام، مثلا حوصله اون خواهرتو ندارم با خنده های مسخرش، ویرم کن، نمیخوام، میخوام نفس بکشم. چرا خونه منو تو شیشه میکنی؟ چرا نمیذاری نفس بکشم؟ چرا نمیذاری واسه خودم زندگی بکنم؟ یه شماره زنگ خورد. الو مامان جان سلام، خوبین؟ وای چقدر دلم براتون تنگ شده. اتفاقا همین الان داشتم به حمید میگفتم که چرا ما اینقدر دیر به دیر میریم خونه، اصلا جلو دریم مامان جان. چقدر دلم برای خنده های اون شوهر خواهر شوهرم تنگ شده. عزیزم اومدی، ما 5 دقیقه دیگه اونجاییم. خیلی واقعا عالی هستیم. یه مورد دیگه که هست اسمسایی که میدیم. ببینید ما یک ادبیاتی داریم، کلا ادبیات کاملا مد شده، ادبیات مسیجی، ادبیات پیامی. ما یه زبان داریم فارسی، یه زبان داریم انگلیسی، یه زبان داریم فینگلیش و الان یه زبان داریم فینگیل. یعنی نه فینگلیشه، نه فارسیه، نه انگلیسی. من می‌نویسم شما بخونین. حتی جوونا نخونن، اونا راحت می‌خونن. نخونین دیگه. سلم عزم کجی؟ سلم عزم کجی؟ آه یلمت سوالم ده. سلم عزم کجی؟ اینجوری باید خونده بشه. ولی اگر که بخوایم ترجمهش بکنیم ایشون داره میگه سلام عزیزم کجایی؟ و بعد جواب اون خوبه. این قطعا اسم یه بیماریه، HME. HME این یعنی خونه، Home. HME. بعد از اینجا به بعد دیگه استیکر میشه، اون یه استیکر میفرسته یه آدم یه اینجوری. این معنیش اینه که خب اگه خونه ای چرا زنگ نزدی؟ بعد اون یه دونه میمون میفرسته اینجوری. این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که به خدا یادم رفت. خجالت کشیده. بعد اون یه علامت میفرسته، یه دونه آدمه اینجوریه، دوتا شیلنگ از اینجا آویزونه. این داره گریه میکنه، دلخورم ازش. آره خیلی هم دلخوره با اینا. بعد اون یه دونه استیکر میفرسته که قابل پخش نیست. بعد این یه استیکر میفرسته که قابل پخش نیست. بعد اون یه استیکر میفرسته قابل پخش نیست. بعد دیگه گیف میفرستن که اصلا قابل پخش نیست. بعد یه سری متشکرم. بعد یه سری مسیجا هستش که اینا ترسناکه کاملا، چون الان تازگی ها مود شده که تو خونه همه با هم با مسیج حرف میزنن، مثلا اون بره اون بره. تصور بکنید تو خونه نشستین، یهو مسیج از طرف مامانتون میاد، نوشته که بیا اینجا ببینم این چیه. خیلی ترسناکه. یعنی در لحظه بدون اینکه بدونی اون چیو میگه داد میزنه که مال من نیست. یا مثلا باباتون گروه میسازه تو خانواده، مینویسه امروز کی با ماشین بیرون بوده. بعد همه لفت میدن کاملا از گروه همون لحظه.
خیلی فضاهای ترسناکی. بعد یه سری مسیج ها هستش که کاملا متوجه میشین کی داره مسیج میده. فکر کن دقت کن یه دونه پنجره چت رو باز میکنی، یه نفر اون بالا هستش، حالا اسمشو نمیگم خودتون میفهمین کیه، تایپینگ میرین میاین، تایپینگ میرین فضای مجازی چک میکنین میاین، تایپینگ شارژ گوشیه تموم میشه میذارین تو شارژ، تایپینگ 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 تایپینگ، سه روز میگذره تایپینگ 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 تایپینگ، آخرش مینویسه این کیه؟ سه روز مامانا تایپ میکنن بنویسن کجایی. یه دست افتخار مامانا. بعد باباها عالین، باباها مسیجاشون عالیه. عزیزم الان کجا هستی؟ آیا سویچ ماشین را شما برداشته ای؟ بعد ببین معذب میشی وقتی میخوای جواب بدی، این اصلا نمیدونی اون لحظه بعد بگی که آره یا مثلا بله یا مثلا بدیده منت یا مثلا قدم بر روی چشمان ما گذاشته در اتاق بیایید و سویچ را بگیرید از من مثلا. بعد ببین بابای من که عالی بود، بابای من خب چیز بود، فونت فارسی نداشت گوشیش، بعد انگلیسی هم خب اصلا نمیدونم، فارسی که نمیشه نوشت، انگلیسی می نوشت مسیج. یعنی مثلا من تو خیابون از بابا مسیج می میاد، بعد میرفتم دو ساعت مثلا دیکشنری می نوشت چی مثلا هلو این دی نیم اف گاد مثلا هلو ویر آر یو مثلا فلان، یک عالمه طول میکشید. نکته آخر و عالی هم که درباره همه چی صدق میکنه از جمله همین مسیج دادن ها، رعایت حریم خصوصیه که اصلا ماها عالی. توی مترو وایساده بودم داشتم مسیج میدادم، نوشتم ببین تو مترو هم یه نفر بغلمه یه جوری بوی عرق میده، یهو 17 نفر اینجوری کردم. خیلی خوش گذشت، خیلی خندیدین، دمت گرم، تا به زودی ببینیمتون ان شاء الله. محمد متزدی، مرسی. کیا رو به کار برای خودشون نصب کردن؟ دستا بالا. اونا که نصب نکردن همین الان بزنن 3 تا 7 تا 3 تا 1 مربع دینگ، لینکش میاد، نصب میکنین اپلیکیشنو. دیدین که ما چقدر هل میگیم این اپلیکیشن نصب کن، اون اپلیکیشن نصب، این اپلیکیشن نصب کن. همه چی داره اپلیکیشنی میشه، همه چی داره اپلیکیشنی میشه. به روز رسانی داره میکنه خودش رو روبیکا، و تو این بروزرسانی امکانات جدیدی داره ایجاد میکنه، خیلی باحاله. روبینو رو که میشناسین، روبینو یه فضاییه توی روبیکا، مثل صفحه اجتماعی به حساب میاد، مثل شبکه اجتماعی هستن به حساب میاد، مثل نمونه خارجیش هم وجود داره. اونجا میتونید بر خودتون صفحه داشته باشید، پست بذارید، کامنت بذارید، کامنت بخونید، نمیدونم فلان، لایک بکنید، از این کارا. و یه چیز خیلی باحالی که داره، یک امکان جدیدی که ایجاد کرده تو این بروزرسانیه، اینه که در روبینو شما میتونید کسب و کار اگر داشته باشید، کسب و کار اینترنتی، پرداخت هم براتون اتفاق بیفته. یعنی شما یک صفحه‌ای دارید، کالا یا جنس یا به هر حال یک محصولی رو تولید میکنید و یک خدماتی رو میتونید اونجا نمایش بدید، این صفحه بشه محل تبلیغ کار شما، محل تبلیغ کسب و کار شما. اون وقت مشتری شما وقتی از شما خرید میکنه به شکل آنلاین و اینترنتی، میتونه چیکار کنه؟ همونجور آنلاین پول برای شما پرداخت کنه از طریق همین روبینوی روبیکا، و شما با خیال راحت
پولتون رو هم میگیرین. فقط برای اینکه بشه این اتفاق بیفته باید مدارکی رو برای روبیکا یا بفرستین که اطلاعاتش وجود داره تو خود روبیکا و اونجا که مراحل ثبت و اداری و اجرایی و عملیاتی شدنش اتفاق بیفته و دیگه شما میتونین راحت پرداخت کنین. خیلی هم امنه، اینجوری هم مشتری شما راضیه، هم شما راضین، هم یک پرداخت امن درست اتفاق افتاده که هم خواسته مشتریه هم خواسته شما به همین راحتی. خیلی شما قشنگی، خیلی. بریم بیاییم. مد 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 متاسفانه، زندگی همین الانه. خند خند خندوانه، بخند خند خنده داره. مد 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 متاسفانه، زندگی همین الانه. دانیال رفیق منه. خب مهمان امشب برنامه خندوانه یکی از اون مهموناییه که وقتی راجبش بدونیم، راجبش بشنویم، میگیم ای چه جالب، او چه عجیب، او چه خاص. آدم خاصیه، تخصص جالبی داره و راجب چیزایی میتونه برامون حرف بزنه که خیلی میتونه برامون تازگی داشته باشه، چیزی که میتونیم راجبش خیلی فکر نکرده باشیم. اجازه بدین دعوتش کنم بیا تو، بعد با هم دیگه آشنا میشیم و متوجه میشیم چیه جریان. خانم آقایون دعوت میکنم از دوست جدیدمون جناب آقای حمید رضا شعبانی. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام بر ماهتون. مخلصیم. چطوری؟ چه عینک قشنگی. از اون عینکاس که بعد من بردارمش. خیلی خوش اومدین. حال احوال می‌خوام بکنم. سلام، عرض ادب. اول که رامون جون سلام بهتون می‌کنم. مخلصیم. سلام به همه عزیزایی که اینجا هستن. خیلی خوشحالم. اینجا خیلی بالاتر از اون چیزی که آدم فکر می‌کنه. قبلش هم آدم یه ذره استرس می‌گیره، ولی خب درستش می‌کنه. چرا استرس؟ اینجا که جای باحالیه که. نه بابا. من نمیخواستم. ولی در خدمت شما. خیلی مخلصیم. قربونتون برم. قبل از این که یه چیزایی رو با هم معاشرت کنیم و راجبش توضیح بدی و غیره بروم، لطفا بگو که تو تخصص چیه و ما رو با آنچه که تو میدونی و ما نمیدونیم آشنا کن. عرضم حضورتون که تحصیلات دانشگاهی من خوانندگی اپراست. من درس خوانندگی اپرا خوندم در ایتالیا، در شهر بولزانه ایتالیا. بولزانو. یه شهر بسیار بسیار زیباست در نزدیکی مرز کشور اتریش. ان شاء الله خدا قسمت کنه همه با هم یه بار بریم. بعد خیلی جالبه براتون بگم که نزدیک ما یک دهکده‌ای هست به نام دهکده رنون که خیلی ها میگن افسانه اون ما، یه کارتونی بود که ما می‌دیدیم یه خود بچه‌تر که بودیم، بچه های کوهای آلپ. من خیلی بچه جالبه براتون بگم که من تو دهکده رفتم، یه شب خوابیدم و توی کلبه‌ای بودم و خیلی جالب بود، جای همه ایرانی ها رو اونجا خالی کردم. خیلی جای جذابیه. بعد عرضم به حضورتون که اونجا درس خوانندگی اپرا خوندم و موفقیت هایی که خب خداوند لطف کرد و تلاش زیادی که کردم اتفاق افتاد. تخصصم خوانندگی اپراست و دو تا مسترم در زمینه صدای انسانی دارم و صدای اشیا، ولی بیشتر خودم عشقم علاقم به صدای انسانیه و هر اتفاقی که تو صدای آدم ها میتونه بیفته. یعنی چی صدای انسانی؟ تو تخصصشو داری؟ یعنی تو راجب صدای ما میتونی توضیح بدی؟ آره میتونم در راجب صدای همه یه توضیحاتی بدم و اینکه خوشحال میشم که امشب در مورد صدای انسانی حرف بزنیم و یه سری از
چارچوب های ذهنی که برای هر کدوم از ماها هست، از اینکه احساس بکنیم که حتما باید یک صدای عجیب غریبی داشته باشیم که آواز بخونیم، حتما باید یه صدای عجیب غریبی داشته باشیم که یه سری کارا رو بکنیم، چه می‌دونم قرآن خوب بخونیم، اذان بگیم، آواز بخونیم، شعری رو بخوایم بخونیم. امشب یه مقدار در موردش حرف می‌زنیم و فکر می‌کنم که اتفاقات جالبی بیفته و بدونیم که خیلی ساده است این اتفاق. خب ما چشامونو می‌بندیم، همه چشاشونو ببندن آقای امیرفضلی. آقای امیرفضلی هم که می‌بینین اینجا. بله ارادت دارم. ایشون نماینده مردم در خندوانه هست. خیلی خوشحالم. از حمید رضا خواهش می‌کنیم که ما رو ببره با روایتی که می‌کنه، ما رو ببره به جایی که خودش دلش می‌خواد. ما هم تخیل می‌کنیم، باهاش هم سفر می‌شیم. بریم. عزیزای دل، می‌خوام ببرمتون یه جایی که شاید کمتر برای هر کسی اتفاق بیفته و پیش بیاد که تو اون فضا حضور داشته باشه. یه درهای خیلی بزرگی جلوی ما باز میشه. آروم آروم وارد یک لابی خیلی بزرگ میشیم که دور تا دور این لابی پرده های زرشکی رنگ چینداری آویزانه. یه دوری دور خودمون میزنیم. جایی که هستیم مال خیلی سالهای دوره دوره. یه جایی که خیلی از صداهای خاص دنیا تو اونجا آواز خوندن. خیلی جای باحالیه. لطفاً دست به چیزی نزنید. خب الان یواش یواش زنگی به صدا در میاد و از همه میخوان که آروم آروم وارد این سالن بشن. وارد یه سالونی میشیم که یه عالمه صندلی داره و صندلی‌های اونجا هم زرشکیه. یه عالمه صندلی که منتظرن شما ها روش بشینید و یه عالمه اتفاقات باحال روی سن اون اونجا بیفته. خب بذاره حوصله کنی. یواش یواش پرده های استیج کنار میره و یه صداهای باحال چه باحاله. پشت سر من بیاییم بریم جلوتر تهی راه رویی بچه ها 3-4 تا اتاق گیریمه. اونجا خواننده ها نشستن و قراره که گیریم بشن و لباس بپوشن و بعد از چند ساعت دیگه بیان رو استیج. معمولا آدم ها اونجا اصطلاحاً یه صدایی گرم میکنن. یه ذره بیاییم جلوتر اگه بشه. میخوام در یکی از این اتاقا رو بزنم ببینم این آقای چی جوری صدا تولید میکنه. بیاین یواش یواش. فقط حالا چشتون رو باز کنید. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم.
من ادامه ندادم چون احساس کردم که یه مقدار بچه‌ها با اون فضا آشنا نیستن. آره. خیلی خوشحالم که تعدادی خندیدن، یعنی که یه چیز جالبی براشون اتفاق افتاده. یه چیز عجیب. عجیب. چیزی که نمی‌شناسنش. خب خیلی ممنونم ازت. به من بگو که قبل از اینکه بری ایتالیا چیکار کردی؟ یه ذره از زندگی مگه تعریف کنم میخواد فکر کنم برای همه هم بامزه باشه. بچه هم من قبل آقای امیر فضلی شما چی شدین؟ خوابتون بود؟ نه خیر. چی شدین پس؟ من اونجا بودم. بفرمایید. شما اونجا مونده بودین؟ بله بله. در توی اتاق اون آقایی که داشت تمرین میکرد. خب؟ عرضم به حضورتون که من زمانی که ایران بودم کارمند بانک بودم. یه دوره 7-8 ساله‌ای کارمند بانک بودم. خب. بدن اینکه من پدر مرحومم ایشون کارمند بانک بودن، روح همه عزیزا شاد، و اینکه مامانم هم کارمند بانک بودن. بعد خب معمولا مامانا دوست دارن که بچه‌هاشون یه کارایی رو انجام بدن که بعدش کارشون باشه و یه زندگی کارمندی باحالو. من از اون اولش همیشه سرتق بودم. آواز می‌خوندم ولی یه جایی به بعد که مادر جونم توصیه کرد که تو باید خواننده اپرا بشی، تصمیم گرفتم که یواش. مادر بزرگه؟ نه، خاله‌ام که بهشون میگفتم مادر جون. واقعا حق مادری کردن من داشتن که ایشون هم پارسال رحمت خدا رفتن. ایشون هم خیلی آرتیست بودن و آکاردئون میزنن. چرا ایشون به تو گفتن اینو؟ تو چیکار مگه میکردی؟ خب معمولا در دوران نوجوانی آدم مدرسه که میره، کچه‌ای که کلاس صدای خوبی دارن سرود میخونن، قرآن میخونن، و بعد از یه جایی چون ایشون خودش خیلی موسیقی کلاسیکو گوش میداد و خیلی یک مخاطب، حداقل میتونم بگم خیلی مخاطب ویژه بود، جدیه موسیقی کلاسیک بود، خیلی دوست داشت، میگفت اون حجم صدایی که تو داری و کارهایی که میکنی و و که خوب این کار بکنه. خب من خیلی جدی نمیگرفتم دیگه، همیشه میگفتم که دوست دارم یه چیزای دیگه ای بخونم، که چون خواندگی اپرا یه مقداری توی ایران کمتر شناخته شده. بله درسته. برای همین تو این سودای نوجوانی که آدم داره دوست داره کارهایی بکنه که بیشتر دیده بشه. اینکه از اونجا به بعد یواش یواش تصمیم گرفتم که کار شغل شریف بانک رو ازش جدا بشم و رفتم ایتالیا امتحان دادم و اتفاقات خیلی باحالی که اونجا افتاد. چه باحال. خب یه ذره راجع به اینکه صدا چجوری، ما صدا رو چجوری تولید میکنیم، جای درستش کجاست، اینا رو بهمون میگی؟ یه مقوله‌ای که الان اولا در امشب در مورد چیزی که صحبت میکنیم معنیش این نیستش که چیزهایی که ما قبلا در مورد صدا شنیدیم غلط هست یا ما خیلی باحالیم بقیه بلد نیستن. نه، اصلا اینطوری نیست. میخوایم خیلی ساده بگیم، با یک نگاه دیگه ای میخوایم بهش نگاه کنیم و این نگاه نگاه ساده تریه. میخوای اینجا واسه همین رضا؟ آره حتما. که آره. همه رو ببینیم. آره ببینیم. اجازه میدیم؟ بله بفرمایید. خواهش میکنم. متشکرم. خب برم جلوتر من؟ آره همینجا. آها همینجا واسه. همینجا واسه. آره. همینجا خوبه. آره. خب چرا بهتر شد؟ الان احساس یه سری کلاس درسی به من رسید. آره. بچه‌ها اول که خیلی خوشحالم که انقدر باحال این همتون لبخند به لبتون هست. قبلش به افتخار خودتون یه کف بزنید تا من حضور بیام. میخوام سه تا تمرین بهتون بدم. این تمرین‌ها تمرین‌های ابداعی منه و تمرین‌هایی که البته به تنهایی نبوده، نتیجه تحقیق‌هایی که با استادای بزرگ آواز دنیا من کردم. ما به این نتیجه رسیدیم که یه سری تمرین بعد اتفاق بیفته که بر اساس اون تمرین‌ها ما انقباض‌های فیزیکیمون کم بشه. تمرین زنبور و مگس، تمرین موتورسیکلت و تمرین فک خاموش. اوکی. الان با هم تمرین میکنیم، حتی راه این که بدونید درسته یا غلطه رو با هم انجام میدیم. این تمرین بچه‌ها باعث میشه که ما از درون و بعدش از بیرون یاد بگیریم که یه سری ابزارهای صوتی داریم که این ابزارهای صوتی در تولید صدا به ما کمک میکنن. اوکی. پس لطفاً با من حسابی همراهی کنید. اولین کاری که میخوام بکنیم، میخوام هر کاری که من میکنم و بچه‌ها شماها کپی کنید. اوکی. فکامونو باز کنیم و این صدا رو تولید کنیم. گوش بدین بعد منو کپی کنید. بریم فکامونو باز کنیم، بریم با هم دیگه. 3 2 1 ببینید همتون میخندین. برامون سخت این کار انجام دادن. بچه ما به این تمرین میگیم هجای بسته. این تمرین چیکار میکنه؟
ما میرسیم به نقطه ابتدایی تولید صدای سالم. یه چیزی در مورد صدای سالم میگم بچه ها. صدای سالم صدایی است که وقتی ما تولید میکنیم فشار بهمون نمیاد. خیلی موقع هر آدمی میتونه صدا تولید کنه، در یک هیجانی قرار بگیره. خیلی موقع ما میریم تیم محبوبمون رو تو استادیوم تشویق میکنیم و بعد که برمیگردیم خونه دیگه صدا نداریم. رامو امروز پرسپولیس استقلال بازی داشتن و گل بود، تو نمیدونی چه اتفاقات باحالی افتاد. چرا صدات اینجوری شده حمید رضا؟ به خاطر اینکه تیممون خیلی گل زد. ما درسته صدامون گرفت، ولی ما به واسطه همین هجای بسته و تمریناتی که امروز بهتون میدم میتونیم جلوی این اتفاقات رو بگیریم. وقتی صدای سالم هم داشته باشیم، حتی در زندگی روزمرگیمون چه اتفاقی میفته؟ بچه ها کمتر خسته میشیم. بعضی موقع ها حواسمون نیست، ولی تولید صدای با فشار باعث خستگی ما میشه. من الان یه مثال صوتی میذارم. مثلا میگم کارم کارم آمو چادو. من فشار دیدین رامو تو من فشار دید ارشنگ جون، ببخشید من اسایی میکنم شما رو به زحمت میندازم، ولی واقعا فکر میکنید به نظرت من فشار داشتم توی صورتم توی صدا؟ خیر اوکی. بچه ها دیدین، پس شما موافقین؟ بله. موافقین؟ بله. مرسی. خب پس این شد تولید یک صدای سالم. بچه ها تصویرسازی داریم. بچه ها میخوام تو تمرین زنبور و مگس حتما این کارو بکنید. تصویر اینو داریم که یک زنبور یا مگسی به ما نزدیک میشه. اما قبل از این میخوام خودتون همین الان کوچولو خیلی سریع چک بکنیم که تمرین هجای بسته رو بچه‌ها درست انجام میدیم یا نه. چون رام اونجا خیلی موقع اتفاق میفته که ما تمرین رو داریم اشتباه انجام میدیم، خودمون نمیدونیم. اوکی. راهش چیه؟ وقتی که میگیم اگر بینیمون رو گرفتیم صدا قطع شود، یعنی درسته. آفرین. اگر قطع نشد داریم اشتباه انجام میدیم. با هم امتحان بکنیم. اول صدا رو تولید کنیم، بعد هر کی رو بینی خودش چک کنه. بریم. احمد من درست بود. کسایی هم هستن که صداشون قطع نشد؟ شما هستی؟ خب تقریبا همه قطع نشد. قطعا شد؟ نه میگم تقریبا همه تو صدای چون صدای میامد. آره من تعجب کردم بچه ها داری چی کار همه میکنی؟ دست به رماغ بودن ولی با صدا. تمرین دوم، تصویر اینه داریم که زنبور یه مگسی از دور دست به ما نزدیک میشه. این کار انجام میدیم. بریم بچه ها، بریم. آماده؟ آماده همه با هم. مگسا بالا. مگسا بالا. بچه ها شما صدای زنبور در بیارین، شما صدای مگس. بریم. الان دعوا میشه. صدای ما زنبور مگس. بریم. آفرین آمور. خیلی خوب بودم. خیلی خوب بودی. باریکلا. بچه ها اونایی که یه صداهای ویژه‌ای ازشون در میاد بعد یه چند ترم بیان جبرانی بگذرونن، براتون روز جمعه کلاس جبرانی میذاریم. خب این تمرین زنبور و مگس. بچه‌ها این تمرین رو هر کسی 5 دقیقه در 10 دقیقه در طول شبانه روز انجام بده، بسیار به تولید صدای سالم بهش کمک میکنه و کمک میکنه که انقباض‌های ما در خصوص تولید صدا کم بشه. تمرین دوم، سوم زنبور و مگس بودی؟ این دوم بود؟ نه، اولین تمرینی که اولین چیزی که گفتیم هجای بسته بود. آها، فقط اون تمرین نبود. نه، تمرین هست ولی جزء این تولید صدا بود. فقط تولید صدا بود. این تمرین اول بود، حالا تمرین دوم. ببین تمرین دوم، تمرین دوم اسمش هست تمرین موتورسیکلت. تصویر اینو داریم که رو به رو نگاه می‌کنیم. تصویر اینو داریم که یه موتورسیکلتی از دور دست داره میاد، از جلوی ما رد میشه میره. اوکی بچه‌ها چشاتون این ور و بر نچرخه. بعد اینو بگم که دست‌های ما، فک و دهان ما و چشم‌های ما ابزارهای مستقیم صوتی هستن که الان در مجال برنامه نیست، زمان نداریم، ولی بدونید که اینا تو تولید صدای سالم ما کمک می‌کنن. همینطوری که با تو این تمرین‌ها داریم نشون میدیم. من اون موتور رو دارم نگاه می‌کنم که رامبو روش نشسته داره از جلوی ما رد میشه. اوکی. خیلی شبیه زنبور مگس بود جان. شبیه زنبور مگس بود. آفرین.
چون ما این تمرینات تمرینایی که روی هجای بسته داریم انجام میدیم، یعنی فرقش چیه؟ خیلی سوال خوبی کرد رامبد. برای رامبد کف بزنید. در تمرین زنبور و مگس ما اراده داریم که اون مگس رو هر بلایی که می‌خوایم سرش بیاریم بیاریم، فقط باید مواظب باشیم اون زنبور یا مگس رو بچا نخوریمش، به دلیلی که باهاش می‌خوایم تمرین کنیم. اوکی. ولی در تمرین موتورسیکلت ما باید موتور رو دنبال کنیم، ما هیچ اختیاری نداریم. اینجا میگفتیم ولی اینجا ما باید اون رو دنبال کنیم. اینجا اونجا اختیار ما بود، اینجا ما در خدمت بودیم. تمرین سوم بچا تمرین فک خاموشی. تو فک خاموش دوباره چه اتفاق؟ اینا همه تمرینایی که مربوط به هجای بسته است بچه ها. ما فکمونو باز میکنیم و شروع میکنیم به جویدن. بریم. خب به جایی که بخندی انجام بده دیگه. بریم. دست نزنین، اجرا کنیم. دست نزنین. اجرا کنیم، میخواییم بریم. بدویم. آره کلا. خیلی ممنون. میریم برمیگردیم و یه دوست بسیار عزیزمونم بهمون اضافه میشه که واو کسی نیست جز جناب خان. با اونجا بگو یک دو سه بریم بیاییم با هر جوری که خودت تشخیص میدی. بله آقا. عذرخواهی میکنم. بله. بنده چون یک قرار بسیار بسیار مهم میدارم خوب. با چند نفر یک اجلاسی داریم. بله بله. من احتمال داره در بعد نباشم. فقط اگه میشه لطف بفرمایید یک مقدار در مورد صدا شما که لیسانس گرفتین به مشکلات روزمره مردم هم رسیدگی کنید. بله. یعنی بابا چه رفتی. آقای امیر فضلی همه موضوعات قرار نیست منتج و منتهی به این بشه که مشکلات مردم حل بشه. نه اصلا نه به مشکلات مردم هم کاری نداریم. چیزی بگین که به درد مردم بخوره. سبزی قرمه، سبزی کوکو، سبزی آش و آب گرم کن، تلویزیون، یخچال، لوازم منزل خریداری. اونایی که انجام میدن دو شغلشونه، مجبورن این صدا رو تولید کنن، مردم اذیت میشن. در مورد اینا صحبت کنید به درد مردم بخوره. آه بله. مرسی. بفرمایید. گفتم متشکرم. بگو یک دو سه بریم بیاییم. کنی دوربین اونجا باید بگیرم. اون دوربین بالا. یک؟ نه یه جوره ویژه بگیرم. ویژه بگیرم؟ اصلا اپراتیک بگیرم. اپراتیک بگیرم. یک دو سه دارم. من زبان دارم. من دوتا دست دارم. من حرف دارم. من فکر دارم. رویا دارم. مثل همه انسان. من عاشقم. زندگی را دوست دارم. زندگی زیباست. دل رفتن دارم. اما پای پای پویش مردمی اهدای 3000 ویلچر به مناطق کم برخوردار ستاره 40 مربع.
رضا شعبانی مهمان خندبانه است، یه چیزایی بهمون یاد داده و جناب خانم بهمون اضافه شده. آدلانته سلام عزیزم. سلام رامبو جان. لباستو ببینم. آندانته. چی؟ آندانته؟ آداجیو. آداجیو. آداجیو کنسیساو. دقیقاً. جان. چی؟ چرا باید اینا رو بگی؟ خب جناب خان من فکر می‌کنم خیلی تخصص زیادی تو موسیقی داری. دقیقاً بله بله رامبو جان. سلام جناب خان. سلامت باشی. چطوری؟ چطوری حمید جان؟ خوبی؟ قربونتون برم. قربون برم. سلامت باشی. شما چطوری؟ خیلی مفصلی. شما سینما تو با هم دیگه اشتباه کردی؟ از همکارا قدیمی هستن. نه بله. بابا. بله رامبو جان. بله بله. تو مگه اپرا می‌دونی؟ رامبو جان ما یک تحصیلات اپرایی داشتیم در یک شهری، شهر زیبای ایتالیا به اسم بوتسانو. نزدیک مرز اتریشه، خیلی شهر قشنگیه. این دقیقا شهریه که حمید رضا توش زندگی میکنه. چقدر تصادفی، چقدر تصادفی. دروغگو. رامبو جان شاید برای بچه ها جالب باشه که مو یک شب اونجا توی دکده خوابیدم. آره جناب خان. آره رامبو جان که کارتون میشا اونجا کار میشد. میشا بود؟ بله میشا ببره بود. آها یه نافه بزرگی داشت. آها اینجوری بود؟ بله بله دقیقاً. آره جان چی بگو؟ چی؟ بخندم چی گفتی؟ گفتم هه 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 و سلامتی. آها همیشه منظورم سلامتیه رامبو. آره آره میفهمم. هیچ وقت منظور بدی ندارم. شک ندارم، شک ندارم. بجز اکثر مواقع منظور بدی ندارم. جناب خان بجز رو همون مواقع گوش کن یه لحظه به من. اولا چه لباس برازنده ای؟ لباس کارم رامبو جان. چقدر فاخر. لباس اپرایه. آها لباس اپرا. و از کجا تهیهش کردی؟ از بوتسانو، یک شهری تو ایتالیا. ببین جناب خان، پس خواهش میکنم از اونجایی که من از حمید رضای عزیز خواهش کردم که ما چشامون رو ببندیم ببرتمون یه جایی. بله بله. همین از تو هم میخوام. رو چشم چشا همه بسته؟ ما چشامون رو میبندیم تو ما رو ببر یه جایی. فقط خواهش میکنم به جای خوبی. نه رامبو جان، در هیئت یک اپرادان میخوام ببرمتون در جایی که خیلی جا باحالیه. چشاتون رو ببندیم؟ چشا بسته. الان شما بچهای باحال وارد یک سالن لابی قشنگی میشین که تو صندلی‌های زشکی گذاشتم، پرده‌های زشکی اطرافش آویزونه، این پرده‌ها یواش یواش کنار میره، رو به یک دریای باز میشه، یک قایقای شما رو سوار میکنن میبرن تو دریا. کوسه ها که ما در جنوب بهشون میگیم بمبک، آروم آروم به شما نزدیک میشن. شما میگین چه قشنگ، چه جالب، ما تا حالا اینجا نبودیم. قایق شما سوراخ میشه، قایقتون میره زیر آب، کوسه ها به تک تکتون حمله میکنن، پای راستتون رو جدا میکنن، خون تو دریا پخش میشه، بوی خون بقیه کوسه ها رو دعوت میکنه به سمت شما، بعدش میشه و این دریا تیفونه جاشون ویرونه، دریا تیفونه جاشون ویرونه، جاشوی حیرون چشم آسمونه، جاشو ما یلا لنگر کشین بالا، جاشو ما یلا وی لنگر کشین بالا، وی چه دریایی یه بمک فرامونه. چطور بودان بودان؟ خیلی خندیدم. چطور تجربه بود؟ چه فضاسازی ترسناکی بود واقعا. تو اپرا ما زیاد ایفزاها داریم رامبو جان. تو اپرا زیاد از این چه؟ هیچ. تو بود قشنگ بود؟ خیلی خیلی جان. یو زد بیرون نمیدون اپرا هم زد بیرون یو. خیلی بدجنسی جناب خان. چرا؟ آخه من اینجوری تعریف کردم. نه 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 نه، شما روایت خودتو گفتی، ما هم روایت خود. آقا خیلی به دلمون میشینه رامبو حمید رضا. آره خیلی عزیز دل. یه نمکی داره تو، قبول داری؟ بله. اونا که قبول دارن یه دست بلند بزنن. مرسی جناب. مرسی. 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 ببخشید. حمید رضا کتابی با خودش آورده. ممنون میشم اینو توضیح بدی و استفاده کاری که باید بکنی. بدیش به من. حتماً
این دیگه این کتاب اسمش هست سه روح صدا، میتونم نشونش بدم؟ بله حتما. این کتاب هستش سه روح صدا که اینو یکی از استادای من استاد استیفن آنسل می نوشته و من اینو ترجمه کردم به همراه دوست عزیز و نازنینم دکتر سهراب علی گودرزی. ما مشترکاً این کتابو ترجمه کردیم در زمینه صدا سازی و آواز و رسیدن به یه صدای خوبه. متشکرم که این کارو کردید و متشکرم که اینو برای من آوردید. حتی برای منم نوشتید، برای رامبو جان جانان، همیشه لبت خندان و دلت خوش و صدایت همواره گرم. چقدر قشنگ. خرداد ماه همین رضا جان، ببخشید عذرخواهی میکنم، همین رضا جان جان دلم، شما به روح اعتقاد داری؟ چی شده؟ نه هیچی، همین نه چی شده؟ نه چون سه روح صدا بود خواستم بپرسم خودشون به روح اعتقاد دارن؟ اعتقاد دارن ولی فکر نه یه مقداری شیوه اعتقاد مدل اعتقادمون با هم دیگه فرق داره. بله بله. اون چیزی که شما میخوای بگی ایشون اون بخشو نداره. ندارن. نه شما از این کتاب بازم آوردین یکشنبه به جناب خان بدیم؟ بله 100% یه کتاب برای جناب خان آوردم و یه 10 نسخه هم آوردم که تقدیم می‌کنم به خندوانه، حالا هر جوری که خودتون دوست دارین. عالیه، خیلی متشکرم ازتون. خیلی متشکرم. حمید رضا نمیدونم جناب خان تو لباسامون اپرای بود یه لحظه قاطی کردن. تو ایران اوزای اپرا هست اینجا درس داده میشه؟ هستن عزیزانی که دارن کار میکنن درس میدن، ولی قبل از هر چیزی به نظر من باید یه نگرشی باشه و در واقع ما یه شرایطی رو فراهم کنیم که تقاضا اتفاق بیفته و اگر اتفاق بیفته خیلی اتفاقات خوبی کنارش میشه. ما اون وقت دیگه یک ارکستر کاملا مرتب میتونیم همیشه داشته باشیم، بچه‌هایی که در کنار تئاتر میتونن صداهای آنچنانی داشته باشن، آموزش ببینن، بسیار اتفاق خوبیه. ولی به صورت جدی من فکر میکنم نه، سال هاست که وجود نداره. و خواننده های اپرا بازیگری هم باید بدونن؟ بله، ما وقتی که درس خوانندگی اپرا میخونی شما یک دوره‌ای هم میبینید برای بازیگری تئاتر که اینا تلفیق میشه با هم دیگه که اصطلاحا تو ایتالیا بهش میگن آرتشنیکا. دقیقاً. الان میرسن جناب خان چیزی میگن. چی میگن؟ آرتشنیکا. خیلی قشنگ. آخه بابا چه نمیگه جناب خان موضوعاتو مطرح نمیکنه. پیش ما اومده، شهر ما اومده. بله، اینقدر قشنگ ایتالیایی حرف میزنه. چند تا دوستای ایتالیایی منم خیلی دوستش دارم، چه سراغشو میگیرن. کسترانو. کسترانو ویرو. کسترانو. کسترانو یعنی که چه عجیب غریب. آها. قشنگ گفتم. اون لشت فلانو بخون. Lasciate mi cantare la chitarra in mano. Lasciate mi cantare, sono italiano. Bravo, bravo. Barichello. Barichello ce l'ha fatta. Non credo, Rambut. Refica ha me fan harisho man. Rambut. Mo io bar avuto un italiano. Asan bilit kharidom barom yo operai daqiq bebino. Kho. رفتم تو همین شروع شد، نمیدونم حالا چی شده بود اون شب، و خواننده و آقا خیلی عصبانی بود. کی؟ و آقا که اپرا میخوند. چرا؟ نمیدونم اصلا، قد مویدم عصبانی، گفتم شاید ناراحته، ما سریع اومدم بیرون. چرا؟ احساس خطر کردی؟ دقیقا. آقا شعبانی الان شما یه تیکه برای ما میای؟ هر چی دوست داری، یک اپرای باحال میخوام، اپرای یکی که بخونم، اپرای بندری درست میخوام، اپرای بندری دقیقاً، اپرای بندری که ندارم ولی یه تیکه کوچولو میتونم از اپرای لابوهن بخونم. میخواین؟ آره از لابوهن من خیلی دوست دارم. ممنون. بکیاد زیما را سنتی Resto al pianto a scendere il sacro montor devi e mie grazie ricevi. Mai non curvasti il logoro d'oro sai ricche tai potenti passar nelle tue tasche come in antri tranquilli filosofi e poeti. Ora che i giorni lieti fuggir ti dico
قطعه رو براتون اجرا کردم از اپرای لابوهم. اینجا پرسوناج داستان برای تامین هزینه های درمان دوست نویسندش که مریضه، میخواد پالتوی قدیمیشو بفروشه. اینجا لحظه آخریه که داره با پالتوش وداع میکنه و ازش تشکر میکنه بابت اون شیوه محبتی که براش داشته، اینکه گرمش کرده، اینکه جیبهاش چه حال خوبی رو بهش داده در سرما، و داره ازش تشکر میکنه. امیدوارم که لذت برده باشه. رامبو جان چی شده؟ بله قربون، همینو میگفتم. اصلا نمیدونم چرا اینقدر عصبانی. آب قند یه مو درست کردم بده حمید آقا بخور. عصبانی میشن. بله عصبانی. نه به خدا. آب قند لازم داری؟ نه چه آخه بابا نه بده عزیز من یه قطعه اجرا کرد. این جوونه، این جوونه. نه دراماتیک بود، داشت احساسات اون لحظه رو داشت خلق میکرد. بخور آب قند. حالا نه دراماتیک بود، نه اعصابش خوب. حالا بلند شد زد خوابون زیر گوشت. یه دو دقیقه دیگه بعدا چیکار کرد؟ دو دقیقه دیگه بلند شد خامون زیر گوشت. بعد میگو چه میم عذابش خود بود. هرگز امکان هرگز. مگه نگفت لیز لار میام برای با فومت همین رزا تو قطعه ایرونی هم میتونی بخونی؟ آره چرا که نه. بگو ای جان دست میخوام روش آه عزیزم. یاد باد آن که زمان یاد باد آن که زمان وقت سفر یاد نکرد به بدایی دل غم دیده ما شاد نکرد. به به ماشالله داره جان. قطعه فولکلور هم بلدی؟ محلی؟ های او دارم که جملات رو درست بگم، ولی یادمه که مثلا بچه ترکه بودیم اینو خیلی برام خیلی جذاب بود. دایه وقت جنگه آخه تا که ای بالا سرم برش توفنگ وانگه برش توفنگ وانگه. خیلی خشنگ. اینجا لور کی داریم؟ لور آها لور شما خیلی غلط کردن. لور خیلی غلط کردن. سر پا لورای تشبیه کنید. سر پا لورا رو تشبیه کنید. برای هر چی لوره. ای جان ماشاءالله به لورا. ماشاءالله. بفرمایید. خب چقدرم خوب و قشنگ. خیلی ممنونم از این قطعات زیبایی که اجرا کردید. خیلی متشکرم. استفانو خیلی سلام رسوند. عزیز. تو استفانو رو مگه میشناسی؟ بابا استفانو ما حمید دیگه سه تا رفیقونه. عبچگی بابا هم بزرگ استفانو انسلمی؟ جان؟ استفانو انسلمی؟ انسلمی دارن انسلمی. آره استفانو فیوره. بله بله. بگو دوست ایتالیایی داری دیگه جنم خان. دارم دیگه. آلساندرو دل پیرو. بابا با هم بزرگ شدیم به جان خودم. جیان لویجی بوفون بولسانو اومده. جناب خان به ما سر زده. تابستون پارسال اومد من خیلی شرمنده کرد. کلی پسته و زعفرون برامون آورد. آلورا آلورا باریکلا. خیلی کارش درسته. چقدر تو با معرفتی. واقعا معرفتش خیلی بالاست. رامبو جان یه مدت هم تو خونه تخصصی کار آواز میدونم نه استایلم معرف چیه. تخصصی کار آواز میکردم و اپرا. تو اون دوره دوستان بسیار خوبی تو پلیس 110 پیدا کردم. چرا؟ اکثرا شب میمونن در خونمون. آها. میریختن تو خونه. آره. سه بار فقط قپونی بردنم. چقدر قشنگ. یعنی مردم همسایه‌ها اعتراض میکردن. دقیقاً. بله بله. اکثرا هم حمید قبل ما تو بازداشتگاه بود. زودتر گرفته بودن. شبای خوبی ما تو بازداشتگاه با هم داشتیم. آره واقعا یادش بخیر. تا صبح میخوندیم اونجا اپرا میخوندیم. خیلی عمالی. فکر و خیالی داری برای یه کار اپرا تو ایران؟ آره 100% رامون جان. به خاطر اینکه یه کارایی کردیم با من استادی که تز پایان‌نامه‌ام رو بهش گذروندم پروفسور جاکومو فورناری. ایشون یکی از موزارت‌شناسای خیلی به نام در اروپا. یه کاری رو نوشتیم به نام عاشقانه‌های موزارت. بعد با امید خدا داریم یه سری کاراشو انجام میدیم که در ایران اتفاق بیفته، بلکه به این واسطه بتونیم یه مقدار این هنر خاص رو به مردممون
آره به ایران ایرانی ها آره به نظرم خیلی هم میتونه جذاب باشه. آقای شاه حسینی هدیه‌ها رو لطفاً میارین. رامبو جان بله اجازه بده در این لحظه مو یک جمله رو از صمیم قلب به حمید رضا بگم. بگو. لحظه ای سکوت کنی. عزیز دلم. اته بجوم دیگه. حمید جان. جان دلم جان. ده دی کواته کوستا کنسونه کن لفتو ای اموره. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Hamid Reza, tanti auguri a te. خیلی سپاسگزارم. شما اینقدر خودتون و برنامه‌تون سرشار از عشق، از لحظه که اومدم خب یه مقدار دیر رسیدیم ولی اینقدر فضا خوب بود، اینقدر بچه‌ها دوست داشتنی هم و اینقدر فضای اینجا پر از انرژی خوبه و واقعا رامجو به تبریک میگم به بچه‌های پشت صحنه، واقعا تبریک میگم. اگه اجازه بدید من یه ماچ کوچولو از جناب خان بکنم که سورپرایزم کرد. اجازه میدید؟ سانتیاگو قربونت برم جناب عزیز بیا ما اپراتورا قشنگ همدیگه بوس کنیم. قربونت برم من عزیزم قربونت برم جناب جان تولد مبارک باشه. قربونت برم انقدر نازنینی واقعا خودت میدونی. من بارها بهت گفتم تو اون سفری هم که اومدی کلی ما رو درد سر انداختی ولی واقعا خیلی مبارتا قربونت برم. حالا دیگه ببخشید رامو جان بله. دشوریاشون آب نداشت مو خیلی گیر کردم اونجا. آخ 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 ای باید آب معدنی با خودم میبرم و میبردم. شیلنگ آب نداره. نداره نمیدونم چرا این تکنولوژی به اونجا نرسیده. معتقد نیستن بهش. بله بله آره ولی خب جناب خان واقعا نمیدونم محبت رو چجوری جبران کنم. منو سورپرایز کردی هم تو هم رامبو جون. تو همیشه واقعا سرشار از عشقی واقعا. بچا به افتخار جناب خان یک کف بزنید. قربونت برم من عاشقتم رامبو جان. اجازه میدی سلام خواهش میکنم. خواهش میکنم حمید جان بفرما عزیز دلی من با اجازهت مرخصم میشه ما چه دیگه تون میکنم نوکرتون بده بده چون تولدم دیگه دوبار که اشکال نداره بده ایتالیان ماچو دست بزنید دست ایتالیان ماچو بده ایتالیان ماچو بده ایتالیان ماچو سه اون اماره دست بزنید گراتسیه سه اون اماره گراتسیه میده آلفردو دی استفانو ای قربونت برم با ایتالیا حرف زدنت حمید رضا جان لطفاً ما اینجوری رسممون یه آرزو تو دلت هر چی دلت بخواد میکنی یه آرزو بلند که بقیه بشنون همش هم میتونه هر جور دلت بخواد بشن دومیش هم باز معنیش نیست که مال بقیه است مال خودت بعد فوت آرزو میکنم آرزو میکنم که همه همیشه سلامت باشن تندرست باشن و هیچ جای جنگ نباشه همه همیشه بخندن و آرزو میکنم که همه خانواده ها تاکید میکنم همه خانواده ها همیشه کانونشون گرم باشه و کنار هم عشق کنن. تو دلیت هم گفتی؟ نگم میگه مگه اسمش تو دلی نیست؟ نه یعنی کردی میخوام اینم فوت میکنی؟ آره آماده؟ هر موقع فوت کردی ما دست میزن
میخوام. خیلی هم من هدایام رو تقدیم کنم. بهتون برم من. بی کتابی. و محمد رضا شرفی که برگزیده جایزه ادبی جلال آل احمد بوده، تقدیم به تو. سپاسگزارم. شکرده عالی. قربون شما. مرسی. و هدیه 780 تقدیم به تو که از حامیان اصلی خندوان است. شما درد نکنید. مخلصیم. 80 تو حامیان اصلی او. چی؟ هیچی، ایتالیایی همین چیزایی که گفتی دارم ترجمه میکنم. و این لوحمون که خیلی برامون ارزشمنده رو تقدیم میکنیم با عشق به تو. لطفا یه جایی بذار که ببینیش. حتماً برامون خیلی مهمه بدونیم که تو باش ارتباط داری. برای منم خیلی مهمه. مرسی از این همه عشق. مخلصیم. قربونت برم. ممنون شما. سپاسگزارم. مرسی. شهران بود جان 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 رام بود چه ترام بود جان جان نکن 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 از این کشی هاست از این کشی هاست معلوم میشه بدش کن میرم سرش کجاست ترش کجاست جان قشنگه آره خیلی قشنگ آخیش راحت شدی نه؟ برمون. بخور آب قند؟ بخور برات خوب رام بود این تیکه هایی که اوپرا میخون با خدا خیلی نمیدونم چرا عصبانی میشن میخونن چرا اینطوریه رام بود اوپرا؟ اینجوری نیست چرا دیگه؟ گسامیل امجال میزان بفمت ایتو چیزایی تو خودم دارم جان باز دماغ تحقیق چیز شد توفی شد این در نه اگه بددل نیستی نه هرکی دوست داره دماغمونو بخوره درست دهنی شده ولی بددل نباشی بیا بریم بیایم بریم بیایم نکته نداری؟ نه 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 چون که تازه نشدیدی؟ میبندن برنامه یا حالا بگو بشنوی مو میگم بدترین چیزهایی که تو ذهنتون میتونید تصور کنید جوکمون راجع به اونه بیا خندیدم تمام خلاص همین؟ آره قشنگ بود جوکمون؟ خیلی بریم بیاییم سلام هم بود رام بود؟ رام بود رام پشت گردنت کج زدن؟ نه نه جدی دارو میگم نه بابا پشمان این کارو میکنه دیگه آقا شاه حسین یه دقیقه اون مزر بیا آقا نکن عزیز من باز شروع شد این بسا آقا یه دقیقه الان برات نکن عزیز من نکن آقا یه دقیقه پیرنت در بیار بگیر این زیر مونریزه پشت کتف داری میدونستی چی دارم کتف کتف آره همه داریم مونریزه بودم تو الان تو هم داشتی جدی الان دیدم اصلا کجا فهمیدی این کتف اگه همه دو تا کتف داری پشت آره دیگه شیمه و کتف آره چه عجیبه بریم بیاییم باش یک دو سه بریم عمالی. خب به احترام مردم عزیز ایران بلند میشیم خب به احترام مردم عزیز ایران ایستادیم و عرض میکنم مثل هر شب که مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم خیلی
شما خیلی قشنگی. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. و ایشالله که همه مریضام از بستر بیماری بلند شن. واقعا این دعا کردن ها دعاهای خوب قطعا تأثیر میذاره. انرژیش انقدر زیاد و بالاست. همین تعدادی که اینجا هستیم و اون تعدادی که تو خونه ایم راجع به هر چیز خوبی با هم دیگه دعا بکنیم، همه با هم بگیم الهی آمین، قطعا تأثیر مثبتش رو میذاره. و دیگه عرضی ندارم، خداحافظ. رو به اونجا، یک دو سه، شاد باشید. Thank you.